چه خبر بچه سوان هست کیو دیپای؟ خیلی همون با این موزیکا خاطره داریم، میخوام خاطراتتون رو زنده کنم، البته بعضی ها رو. آماده باشین که میخوایم به زمان سفر کنیم. چقدر خاطره دارم با این آهنگ. صدا رو صدا یارو خیلی بامزه معلوم نیست صدا خودشه یا داره ادا در میاره. خودش جوونه ولی صداشو مثل پیرزنا میکرد. در کل دوستشون دارم. تو نوجوانیم خیلی تیم مکسو گوش میدادم. لرزو توهی آهنگ لاکچری بود دوست خودشون زمانا. خیلی تکون تکون میخوردن، همینش خوب بود دیگه. جنب و جوش میخوره انگار اصلا تو باسن باسنشون یه چیزی گیر کرده. خوشگلی همه راست میگن، با ادبی همه راست میگن، بین همه گه نمیدونم دخترا آره تو تکی راست میگن. تو موزیک ویدیوهاشون میرقصیدن ادم در میوردن باش. رقصشون خیلی عجیب بود. اگه کسی هم خجالت میکشید مثلا توی مراسما پاشه برقصه، موزیک ویدیو اینا رو تو میدیدش دیگه به خودش امیدوار میشد. میگفت این دیگه چه سرطانی، باز من بهتر میرخصم. پا میشد دیگه غیر میداد. این آهنگ کامران آمان هم خیلی معروف بود. چشماتم خیلی میاد دفتر شعر من کجاست واسه ناز اون نگاه میخوام امشب تا سحر ترانه سازی بکنم. آدم افسوس میخوره. این جمله منه، دوست دارم خیلی زیاد، فکر کردن اصلا نمیخواد. اون زمان ها دختر خیلی عاشق این دوتا بودن. الان هم من اینا رو خیلی قبول دارم، دیوونه شدم. اون اولاش من فکر میکردم این دوتا زن و شوهر هم. اینقدر اینا رو دوست داشتم هنوزم موزیکاشون رو حفظه. هرکی اون زمان اینا رو میدی جو میگرفتش. خودش منم الان جو گرفت منو. فقط دعواش با زد بازی. این میرید به زد بازی، زد بازی هم چند روز بعد میشاشید روش. خدای چسناده اومد، پدر چسناده هستنشون. دعیوس داره عشقی هم نرمی. همین یه تیکش باز گرفت من. این فقط کلن شکست عشقی میخورد. کم مونده بود دیگه اسم شکست عشقی عوض شه بشه آرمین توی اف ام. هنوزم بوی چوست، چند تا دونه زرد از موی کونت توی حوزه. دیگه نمیدونست واقعا چی بخونه، هر چیزی که تو چوسناله بود و خوند. مغزمونو با چوسناله کرده بود. فقط یه چیزی که خیلی روی مخم بود این بودش که نمیتونستم درکش کنم، همیشه توی موزیک ویدیوهاش رکابی میپوشید. فکر کنم جی تی ای اون زمان خیلی بازه میکرد، حس سی جی میکرفتش. فدای سر صداتون رو بخورم. اینم دوباره کامران نومنه. خیلی پخش می شدیم آهنگشون همون زمان ها. منصور به چهره شو دوست داشته. لپ گلی بود تمیشه، موشم پریشون میزد. دونه دونه وای چقدر خاطراتم زنده داره میشه. خیلی الان عوض شده. آهنگای قبلش همش ماندگار شد ولی آهنگای جدیدش یه مش چرت و پرت میخونه فقط.
یا امام سرین چقدر خز بودن. خیلی خز بودن. دو نفر رو لپتاپ وایساده داره واسه اون دختره که مثلا خیلی گنده است آهنگ میخونه. بیچاره واسه همینه ها، واسه همینه که موسیقی رو بوسیدن گذاشتن کنار، روشون نمیشه دیگه آفتابی بشن. مفقود الاثر شدن این دو نفر هستن. هر کی موزیکا رو گوش میداد یعنی خیلی بیروز و شاخ و با کلاس بود. ببخشید ببخشید دارم این حرف رو میزنم، ولی سبک کوچری بود، هیچ معنی و مفهومی هم از تو این سبک پیدا نمیشد. یادم این سبک کوچری رو استاد بزرگ ساسی مانکن آوردش، ترکیبی از ناصرین شعر همون استاد و ناصرین نمک بازی بود تو کلیپ کس نمک بازی. اینه ها استاد ساسی، ببینید ترکیب رو. دل بلو دوست کن می نرم چقدر من جفتگ انداختم با این هم. هرچی پاهاتو باز می کردی یا دستاتو بیشتر تکون می دادی کلاست بیشتر بود. به نظرم جذابیت ساسی به همه شعره دلغک بازیش بود. تو این دوره ساسی مانکن بود، الان شده ساسی بشکه. به خاطر همینه دیگه مانکنش رو برداشته، روش نمیشه بگه ساسی بشکه. آره فاک این پشمام خیلی خوب زد زیر چش منو کبود شد همون شد هرچی که بین منو تو بود تموم شد ما رو باش که به خاطر که چک خوردیم پدرم منو میزنه میکشه نمیخوام خورم کفت گردیم چرا آخه هرچی من میگم میخوره به دیدی شکابت بر غیر من نفت کنی یک کلاف بر کی بوسط به حق کنی میره میگیره نباشد لابد تو به سر داری و میمیره برات نه این دختره چی گرمی گره قلب من میکنه میبره عشقم میزنه میبره طرف داره دیم بره دیم بره. خیلی خوبه، چقدر حس خوبی گرفتم، بی خود نبود دستشون اینطور اینطور تکون میدادن. آقا شما هم تکون بدین تست کنین. این آهنگ رو پلی کنین، هی خودتون تکون تکون بدین. اگه حس خوبی نگرفتین هرچی خواستین بهم بگین. درمان قطعی شکست عشقی، این موزیک رو پلی بدین دستتون هم هی تکون بدین. اینا دوباره بیان تو این سبک من حمایتشون میکنم. والا دیگه بهتر از ماکان بند و چه میدونم هوروش بند و کون بند و پستون بنده که. بله بله بیا بیا کچل کن کچل کن افشین اینجا باید کچل میکردی یا رفت سراغش. دختر ماشینم داد بهش گفت بیا بیا سوارش عزیزم همون لحظه. خوشگل دختره اینه چاه نفته چاه نفت چاه نفت. افشین با دوستش داشت ماشین یکی رو میشست و دستمال میکشید، یهو یه دختر مثلا سکسی و پولدار اومد یه چشمک زد بهش، یعنی اینطوری اینطوری کرد گفت بیا بریم عزیزم. تو پورن ها هم این چیزه هنوز قفل دریوز. من بچگیم از دیدن کار این دخترها که تو کلیپ های افشین بودن خیلی خجالت میکشیدم. بعد از دیدن هر کلیپشون میرفتم نماز میخوندم، یکی افشین یکی هم آرش. با این نازسرین شعرها ما زندگی میکردیم، چقدر لذت بخش بود. رفقا اگه شما هم حال کردین با این ویدیو، حتی اگه واسه اون زمان هم نیستین، لایک و سابسکرایب فراموش نشه، لایک کنید این ویدیو بره بالا. اینستاگرام من هم اگه هنوز فالو نکردید حتما فالو کنید، کیودی پای. عاشقتونم، خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی فعلا پیس.